به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شما بینندگان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. در یکی دیگر از برنامه های با ما باشید خدمت شما عزیزان قرار داریم. همطور که در جریان هستین، در این اواخر گپ و گفت در خصوص وضعیت معروف کشور بالا گرفته و خیلی از شهروندان و متعلمین شکایت از این دارن که در مکاتب درس نیست. ما میریم وقتی که در مکتب حاضر میشه مکاتب دولتی استاد نیست، اگر باشه درس نمیده، اگر بخواد درس بده کتابی وجود نداره و مشکلاتی از این قبیل. و خیلی از والدین نگران از این موضوع هستند که اطفالشان میرن به مکتب ولی درسی نمیخوانن، دوباره برمیگردن، وقتشان ضایع میشه و نگرانی از آینده و بلا تکلیفی ای فرزندهای خودان دارن. ما در این رابطه خواستیم که یک برنامه را تنظیم بکنیم و ببینیم از چون و چرایی این وضعیت با خبر بشیم که آیا واقعیت همی است یا خیر. که سری زدیم به بعضی از مکاتب شهر کابل، با بعضی از افرادی که در عرصه معارف فعال هستن صحبت‌هایی را داشتیم. از جمله ما خواستیم که یک ارتباطی را داشته باشیم با سخنگوی وزارت معارف افغانستان جناب مولوی سای برایان هستند، که ما تقریبا 3 روز میشه که همراه اینا در تماس هستم که بتونم اینا رو مصاحبهشون با خود داشته باشم. من اینجا وایس اون پلی میکنم که بالاخره اصل بری هست که ما از هر دو جانب، هم مردم از حکومت، در واقع صحبت هایشون رو داشته باشیم. بعد من اینجا یک پیام برشون گذاشتم که اینا پیام دیدن شنیدن، اما متاسفانه ما جوابی دریافت نمی‌کنیم. این پیام برشون پلی میکنم یک بار. مولوی صاحب سلام علیکم، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. رئیس صاحب بزرگوار، من ادریس جویا هستم از تلویزیون تمدن. ما یک برنامه دارم ثبت میکنیم در خصوص وضعیت معارف کشور و پلان ها و برنامه هایی که وزارت معارف برای دانش آموزان مد نظر گرفتن بر متعلمین. خواستم در این رابطه یک مصاحبه همراه شما داشته باشم و از پیشرفت ها، مشکلات و چالش هایی که فعلا در وزارت معارف وجود داره صحبت های شما رو بشنویم. از سایتتون اگر امکانش هست و مایل هستین یک وقت رو تنظیم بسازین تا با هم دیگه یک مصاحبه اختصاصی رو تنظیم کنیم. خیلی ممنون از شما، تشکر، موفق سفراز باشین. این پیامی بود که من به مولوی صاحب رایان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان و در واقع آمر نشراتی بخش، پیام ارسال کرده بودم. دیدن متاسفانه جوابی از اینا دریافت نکردم. با شماشون چندین بار تماس هم گرفتم، متاسفانه نتونستیم نظر اینا رو داشته باشیم. اما در جریان این برنامه که ما بر شما تهیه کردیم رفتیم سراغ یکی از مدیران مکاتب شهر کابل، سراغ یکی از معلمین و سراغ برخی از شهروندان و نظرهای اونا رو گرفتیم که وضعیت فعلی معارف چگونه هست و چه راهکارها و راه حلایی میشه مد نظر گرفت بخاطر رهایی از وضعیت فعلی و مشخص شدن سرنوشت متعلمین عزیز کشور ما. در این برنامه ما رو همراهی کنین تا ببینیم که به کجا میرسیم. ممنون از اینکه با ما همراه هستین. در حالی که تمام جوامع در دنیا روند توسعه و اصلاحات را از آموزش و تربیت کودکان در مکاتب آغاز می کنند، اما در افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیشترین محدودیت ها و تغییرات در روند آموزش و تحصیلات وارد شده است. در کنار بیکار شدن هزاران نفر در پی سقوط نظام قبلی، مشکلات اقتصادی خانواده ها، افزایش فقر که تأثیر مستقیم بر آموزش متعلمین دارد، کاهش انگیزه و امید متعلمین، معلمین و ایجاد محدودیت های تازه از سوی طالبان اثرات منفی عمیقی بر نظام معارف گذاشته است. به گونه‌ای که گفته می‌شود روند آموزش پس از روی کار آمدن حکومت فعلی تقریبا مختل شده است. ارشاد خدمت شما که در وضعیت معارف، در وضعیت خیلی وضعیت بحرانی فعلا دارم. شاید معلوماتی که در رسانه‌ها درس کرده خیلی یک معلومات جزئی باشه و بیشتر معلومات اونا مردم دولت در خلای معلومات قرار می‌دهند. در بخش نصاب ما یک ریاست داریم، یک اداره داریم به نام نصاب که اونا هر ساله کتاب ها را هم ایدیت میکنن از لحاظ محتوای علمی و هم از لحاظ محتوای ظاهری و غلط املایی و ظاهریشون ویروس‌داری اینا، هم در او بخش، هم در بخش چاپ نصاب. همواره ما در طول 20 سال قبل هم مشکل در بخش نصاب داشتیم. در بخش نصاب که هر سال یا هر دوره که انتخابات میشد و هر حکومت، هر رژیم یا هر وزیری که میامد به نام خود مثلا کتاب چاپ میکرد، بعد چاپای قبلی با چاپ جدید فرق میکرد. فعلا چاپای جدید در بازار وجود نداره. مدت دو سال به دلیل کرونا بود و یک سال هم به دلیل بعضی که نظام سقوط کرد. در همین مدت تقریبا حدود 2 سال و چند ماهی که
داریم، اصلا چاپ وجود نداره، کتاب چاپ نشده، بودجه در وجود نداره و کتابایی هم که فعلا در بازار کفاف نمیکنه، کتابایی که در مطبعه خود دولتی قرار داره اونام کفاف نمیکنه، مکاتب خصوصی را، مکاتب دولتی را و اینا را. همونطور که شما فرمودین وضعیت معارف و وضعیت نظام و آموزشی کشور نه تنها متاسفانه بگیم که امیدوار کننده نیست، بلکه کمبودی ها و نواقصی که قبلا هم بود اون کمبودی ها و نواقص تشدید شده، بیشتر از گذشته شده. ما در گذشته هم مشکلات از قبیل مشکلات در تشکیل وزارت معارف داشتیم، مشکلات از قبیل کمبود معلم مسلکی داشتیم، همچنین کمبود کتب درسی داشتیم. همین مشکلات امروز هم به قوت خودش باقی است، بلکه این مشکلات خیلی بیشتر از گذشته شده. معلم مسلکی سابق یک واقعا چالش بود، ما در بخش‌های مختلف معلمین مسلکی که آموزش دیده باشند و کاردان باشند داشتیم، ولی نه به اون مقداری که نیاز بود. ولی متاسفانه امروزه تعداد زیاد از معلمین کمتر شدن و ما با کمبود معلم حالا مسلکیش سر جایش میمانیم. خود معلمی که حالا حتی اگه مسلکی هم نباشه متاسفانه با همین کمبود مواجه هستیم و مشکل کمبود کتب درسی هم همچنان به قوت خودش باقی است و بیشتر از گذشته شده متاسفانه. مدیران و معلمان مکاتب میگویند که پس از تغییر نظام یک بی‌نظمی جدی در مکاتب به وجود آمده است. بیشترین دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده‌ها از آموزش دست کشیدند و شماری از دانش آموزانی که در مکاتب حضور می‌یابند هم به دلیل آینده نامعلوم علاقه و انگیزه‌شان را از دست دادند. علاوه بر این، طبق گفته‌های معلمان مکاتب، بسیاری از شاگردان به دلیل تصمیم خانواده‌ها برای خروج از کشور توجه خاصی به درس‌هایشان نشان نمی‌دهند که این وضعیت روی دانش آموزان دیگر نیز تأثیر گذاشته و این وضعیت در میان استادان مکاتب نیز وجود دارد. در این میان مشکل دیگر عدم برنامه درسی برای متعلمین است. والدین شکایت از این دارند که فرزندانشان با مکتب می روند اما هیچ درسی وجود ندارد و صرفاً وقت آنها ضایع می شود. متاسفانه تمام شاگردانی که فعلا درس می خوانند به طور کل ناامید هستند از درسی که می خوانند، به خاطر اینکه با توجه به این مشکلاتی که شامل حالشان شده هیچ گونه آموزش معیاری دیده نمیتونن و بیشتر وقتشان ضایع میشه به این که میرن با هزاران مشکلات میرن حاضر میشن در سر کلاس ها، مخصوصا کلاس های مکاتب دولتی حاضر میشن، اما اونجا متاسفانه توجهی نیست، نه مسئولین و نه معلمین عزیز توجهی دارن، توجه خاص دارن به آینده این دانش آموزان. با این توجه متاسفانه آینده بسیار گنگ و نامفهوم نامعلومی برای از اینا رقم میخوره. ببینید در قسمت یکی درس در مکاتب نیست، یک چیز که کاملا روشن و هویدا هست و این عاملش هم پیشتر صحبت شد که عواملش از قبیل عدم بودجه مالی در بخش کارمندان اداری و معلمین معارف هست، یک موضوع. عامل دیگه که درس نیست یک موضوع دیگه که در این قسمت هست، دلسردی مردم هست، چون اکثرا نزدیک به 60% معلمین اوناس هستن و اینا به دلایلی که چون مشکلاتی که از طرف امارت به وجود آمد یا نظریاتی که به وجود آمد، اینا باز بعضی هاشان در مکاتب اجازه ندارن در ادارات مراجعه بکنن و اینا به دلیل سختگیری هایی که وجود داره اینا دلگرمی که قبلا داشتن ندارن. ببینید ما در این زمینه ما شخصا این نظر داریم که وجود نداره دست آنچنان که قبلا بود، اما ما از خانواده ای را تقاضا دارم، ما قرار نیست که تعلیم و تربیه را فدای سلیقه ها بکنیم. درسته؟ در شرایطی که هست فعلا با امکاناتی که وجود داره باید به مکاتب مراجعه بکنن، تحت هر شرایطی که شده و پیگیری بکنن از طریق مدیر صاحبا و ادارات زیربطی که وجود داره. ببینید صرف نظر از این که در سیستم آموزشی کشور ما بخش خصوصی هم داریم، مکاتب خصوصی، که خب میفهمیم که همه هموطنان ما قادر به این نیستن که فرزندان خود شامل مکاتب خصوصی کنن. مکاتب خصوصی با توجه به اینکه جمعیت کمتر دارن و از یک طرف هم چون از شاگردها پول میگیرن کمی میتونن وضعیت خود رسیدگی بکنن و مثلا کمبود کتاب خود به هر حال به یک طریقی برطرف کنن،
معلم مسلکی را چون ماش میتن، ماش مثلا کم قوی تر میتن پیدا میکنن از هر طریق ممکن. یک مقدار وضعیت نمیگم که ایدئال داره، اما کم بهتر است وضعیت مکتبای دولتی هست. خب مشکل اصلی ای است که متاسفانه در مکاتب خصوصی عده کمی از هموطنان ما میتونن اولاد خود را روان کنن، چون فیسا واقعا زیاد هست و وزارت معارف هم متاسفانه حمایت های همه جانبه نداره نسبت به سکتور خصوصی در بخش آموزش. یعنی اگر خود وزارت معارف فرض کنیم که بتونه حمایت های مالی داشته باشه و حمایت های همه جانبه داشته باشه از سکتور خصوصی در بخش آموزش، مکاتب خصوصی میتونن که کمک بیشتر به نظام آموزشی کشور بکنن، که متاسفانه میشه گفت که یک فاصله وجود داره بین سکتور خصوصی آموزش و خود سکتور دولتی در نظام آموزشی کشور. از جمله مشکلات حاکم در نظام معارف کشور میتوان با کمبود معلم مسلکی، کمبود کتب درسی، بی‌نظمی در برنامه‌های آموزشی مکاتب، تعطیلی صنوف 7 الی 12 دختران و نامعلوم بودن تشکیل جدید معارف کشور اشاره کرد. گفته می‌شود حکومت قبلی در پی تغییرات بزرگی در تشکیل معارف کشور بود و در حدود 70% این تغییر وارد گردید که پس از سقوط نظام همه چیز مسکوت ماند و امر به مرحله نهایی نرسید و این باعث شد که بی‌نظمی و بی‌برنامگی کلانی در معارف کشور با وجود آید. یک چالش عمده ای که متاسفانه فعلا وزارت معارف سر راهش وجود داره، بحث خدمتتون عرض کنیم که تشکیل وزارت معارف هست که معلمین مسلکی هر جا که مثلا میرن در ریاست ها وقتی برنامه خاص برای کارها وجود نداره دلیلش عنوان میکنن که هنوز تشکیل وزارت معارف قطعی نشده، نهایی نشده و وزارت معارف در صدد ای است که بخواد تشکیل منظمتر از گذشته بسازه، اما متاسفانه شاید چندین سال هست که روی تشکیل وزارت معارف کار میشه، هم در دولت قبلی هم در این دولت، اما به نتیجه نهایی نرسیده و همین بلا تکلیفی و مشخص نبودن تشکیل خودش باعث شده که وزارت معارف هیچ پلان و برنامه کاری مشخص نداشته باشه، به خصوص در بخش آموزش و سامان دادن و وضعیت معلمین، وضعیت کیفیت درس. ببینید در تشکیل جدید یک معینیت داریم ما، معینیت تضمین کیفیت درس که خب قبلا همچین معینیت نبود، در این مربوط تشکیل جدید هست، اما همین معینیت هنوز پلان کاری مشخص و استقامت کاری مشخص نداره و باعث شده که مشکلات در بخش های آموزشی بسیار بسیار جدی باشه. در قسمت تشکیل در حکومت جمهوریت در همی اواخر شایعات خیلی زیاد شد و بالاخره در تشکیل در قسمت منابع بشری تا جایی که ما معلومات داشتیم قرار بود که آمریت نظارت ها تمام اعضای نظارت در تمام موضوعات تعلیمی ولایت ها کلن ملغا شود و اینا بپیوندن، اینا یک جاشن با ریاست تربیه معلم، ریاست تربیه معلم نظارت داشته باشه بر کیفیت آموزشی معلمین. این یک بس تشکیلات بود. تشکیلات دیگه که این بود در ردهای بالاتر اداری که بود اینا بود که افرادی که به تقاعد نزدیک است یا کسایی که یک مقدار زیاد مثلا در ادارات خدمت کرده و با علم روز مثلا کامپیوتر و تکنولوژی روز دسترسی نداشت، اینا رو ریپلیس کرده رو اون بود با نیروی جوان که این صورت می گرفت که این در دست کار بود و شروع شده بود پروسش که از شروعش از بخش تدارکاتی و اداری خود وزارت شروع شد تا ولایت ها ریاست های ولایت ها بود تا اینا بود که شروع شده بود، اما متاسفانه به تکمیل نرسید و فعلا نه تنها که او برنامه تشکیلاتی قبلی ادامه داده نمیشن، نه تنها که او برنامه قبلی پیگیری نشده هیچی، تازه ما نیرو هم کم داریم. ادارات معارف ما تبدیل شده به پادگان نظامی و همین جدا کردن روزای تاق و جفت از بخش مناسب ذکر خودشان مشکلات را بار آورده در بخش هم در بخش نیروی کارمندای دولتی و هم به وجود آورده مشکلات بر مکاتب بر متعلمین و عاملش خود امارت اسلامی هم درگیر شده با همین موضوعات بیرونی و اصل محتوا که کیفیت آموزشی در مکاتب است او به فراموشی سپرده شده.
پس از ایجاد نخستین مدرسه در کشور در دوران معاصر توسط امیر شیرعلی خان در سال 1254 خورشیدی در کابل، با تأسیس مکتبی به نام حبیبیه در زمان امیر حبیب الله در این شهر، روند تأسیس مدارس امروزی رونق گرفت. از آن زمان تا کنون عرصه آموزش و پرورش در افغانستان فراز و فرودهای بیشماری را طی کرده است. تأثیر منفی چند دهه جنگ و بحران بر نظام آموزشی این کشور به ویژه در سطح ابتدایی کاملا محسوس و تکان دهنده است. در حال حاضر شرایط بد معیشتی، معاش و امتیازات پایین آموزگاران، فقدان مکان و امکانات آموزشی کافی در مدارس برای دانش آموزان به صورت متوازن در همه ولایات و ولسوالی ها، فقدان پویایی و خلاقیت لازم در روند آموزش و پرورش، عقب بودن نصاب آموزشی مدارس از دانش و فراورده های علمی از چالش های بزرگ فراروی آموزش و پرورش در افغانستان است. افغانستان کشوری با پایین ترین سطح سواد است که مشکلات بزرگی را در بخش معارف تجربه می کند. ببینید ما اگر یک روز هم حتی یک ساعت هم که هدر بتیم در بخش تعلیم تربیت خیلی زیاد است. پیامدهای بدی میتونه باشه، فرار جامعه تحصیل کرده ما را به بار میاره، مهاجرت هر روز افزایش پیدا میکنه و زیربناهای علمی ما ضعیف میشن. چنانچه مثلا ما در دانشگاه ها داریم و در همین مکاتب خود داریم که نیروهای مغزای متفکر ما فرار کردن. حالا ما با کمبود نیروی متفکر، نیروی تحصیل کرده، نیروی تعلیمی یافته مواجه هستیم. یک از آثارش میتونه این باشه، یک از آثارش ترویج خشونت میتونه باشه. ببینید بالاخره مردم مجبور خواهد شدن، بالاخره همین جوانایی که فعلا در مکاتب در دوره لیسه و دانشگاه هست، بالاخره منجر به پرخاش خواهد شد و این پرخاش ها آهسته آهسته بزرگتر شده و بالاخره به بعض نیزت ها و بعض موضوعات دیگه جامعه را تهدید خواهد کرد. و من مطمئن هستم که اگر این وضعیت بیشتر ادامه بکنه، ما شاهد یک هرج و مرج عمومی خواهد بودیم. در کل میتونم بگیم که اصل ضرر مردم افغانستان میدهد و نسل آینده ما، همی جوانان و نوجوانان و نونهادان که باید در آینده اینا آینده افغانستان را بسازند و آینده سازان کشور باشند، اینا خیلی متاسفانه متضرر میشن. اوضاع و احوالی که در مکاتب دولتی وجود داره، واقعیتش اگر کسی بخواد مثلا روز یکی دو مکتب سر بزنه و ببینه، واقعیتش اوضاع رقتبار است و نشان داده میشه که اگر با همین وضعیت نظام و آموزشی کشور پیش بره، آینده خوب و درخشان در انتظار نسل آینده ما قطعا نخواهد بود. نباید از یاد برد که تنها راه ثبات و ترقی کشور در توسعه و بهبود یافتن سیستم آموزش و پرورش است. توسعه آموزش و پرورش از جهات مختلف می تواند در بهبود وضعیت عمومی کشور اثرگذار باشد. مهمترین بعد این موضوع این است که میزان درک و آگاهی شهروندان نسبت به حقوق، وظایف و مسئولیت های جامعه و حکومت افزایش می یابد. نفس آگاهی دردی است که انسان را به سوی وضع مطلوب سوق می دهد. درک و آگاهی به دست آمده، جامعه و حکومت را از داشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان در عرصه‌های مختلف آگاه می‌کند. عصبیت‌های جاهلی که در قالب گرایش‌های منطقه‌ای، نژادی، زبانی و محلی جامعه را به قطب‌ها و محورهای متضاد و آشتی‌ناپذیر تقسیم کرده، جای خود را به تفاهم، درک و همدلی می‌دهد. آگاهی باعث می‌شود که وحدت ملی و توجه به منافع ملی از شعار به شعور بدل شود. فعالیت و تلاش‌های سیاسی در یک نظام و چارچوب تعریف شده و قابل اعتماد جریان پیدا کند. اقتصاد و فرهنگ در پرتو آن به رشد و تعالی برسد و روحیه جمعی تقویت یافته و بدل به فرهنگی ماندگار و پویا و کارآمد شود. همه این آرزوها و بایدها در پرتو معارف هنگامی قابل دسترس خواهد بود که جامعه و حکومت همه تلاششان را برای دست یافتن به آن به کار ببندند. بیایم نظام تعلیم و تربیت سیاسی نکنیم. بیاین نظام تعلیم و تربیت را قربانی اهداف چوکی نکنیم. یک موضوع. موضوع دیگه ای است که بیاین اراده ملی انجام داشته باشیم به خاطر تعلیم و تربیت، به خاطر اولادای خود ما، به خاطر سرنوشت کشور ما، به خاطر شکوفا شدن نظام ما، به خاطر ارتقای کشور ما، به خاطر آبادانی کشور ما، بین اراده قوی داشته باشیم. راهکاری که من پیشنهاد میکنم برای وزارت معارف در بخش تعلیم و تربیت ای است، مشخصا بیان
نظام معارف امو کارمندای قبلی که وجود داشتن، امو تیم و کادرایی که وجود داشتن، اینا رو منسجم بسازه در مرحله اول، بعد تشکیلات مطابق با معیارهایی که وجود داشت انجام بدن، تشکیلات زیر نظر داشته باشن، تغییراتی که در راه بود و تغییرات اگر اراده بهش وجود داره خوب، اگر نداره کماکان برنامه قبلی مستحکمتر و منسجمتر در تمام ادارات و مکاتب و نهادهای تعلیمی باشن. در گذشته هم همین مشکل بوده، عالم بوده، و مشکل این بوده که دولت همیشه، یا در مجموع بخوایم بگیم وزارت معارف و نظام آموزشی کشور، همیشه تحت تأثیر مسائل سیاسی و عرض کنیم خدمتتان که چالش های از این قبیل بوده. در حال حاضر هم متاسفانه فوکس و تمرکز دولت به هیچ وجه بر روی معارف کشور و بهبود وضعیت معارف نیست متاسفانه. به همین خاطر وضعیت بسیار رقت‌بارتر از گذشته شده. متاسفانه این که دولت عرض کنیم دچار چالش های فراوان هست، دولت هنوز استقرار نیافته، دولت مشکل بودجه داره، دولت مشکل تعامل با جامعه جهانی داره، دولت خدمتتون عرض کنیم که نیروی مسلکی درست نداره، به خصوصی که ما شاهد بعضی از تغییرات در پست ها و عرض کنیم که بخش ها و ریاست ها و معینت های کلیدی وزارت معارف هستیم، که فرض کنیم اگر این تغییرات واقعا بر مبنای شایسته سالاری باشه که یک کسی که مسلکی است، یک کسی که کاردان و کارفهم است بیاید و جای شخص قبلی رو بگیره، خب قطعا ما میتونیم انتظار بهبود وضعیت معارف داشته باشیم. اما اگر این تغییرات در پست ها و مقامات وزارت معارف بر مبنای مسائل سیاسی باشه و اصلا کاردان بودن اون شخص و شایسته بودنش برای که بتونه حقیقتا وضعیت معارف رو بهبود بخشه در نظر گرفته نشه، خب این میتونیم بگیم که تراژدی معارف افغانستان را دامن میزنه. یکی از راه‌های مهم این است که دولت فعلی باید در زمینه اندوخته‌های علمی و تجارب آموزشی هم از گذشته کشور و هم از کشورهای دوست و همکار یاری خواسته و بودجه کافی را به آموزش و پرورش اختصاص دهد. جایگاه و ارزش این عرصه زنده و بازگردانده شود. معاش آموزگاران و کارمندان معارف نسبت به رسالت و وظیفه مقدسشان به اندازه کافی تنظیم شود. امکانات و تسهیلات آموزشی و کتابخانه‌ها در اختیار آموزگاران و دانش آموزان گذاشته شود تا سطح معلومات خود را در جهت باروری برنامه‌های علمی بالا ببرند. تسهیلات کمک معاش نیز برای کسانی که در معارف خدمت می‌کنند در نظر گرفته شود. در تعیین بودجه سالانه توجه ویژه‌ای به این بخش صورت گیرد. مسئله مساوات و توازن در قسمت توسعه معارف میان دختران و پسران، زنان و مردان و مناطق محروم و غیر محروم فراموش نشود. زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب جهت ارتقای علمی فارغ‌التحصیلان و حتی آنانی که در حال آموختن هستند از دستاوردها و گردش‌ها و بورسیه‌های تعلیمی فراهم شود. مسئله تبعیض در استفاده از بورسیه رفع شود. همه موارد یاد شده در واقع سبب خواهد شد که در افغانستان یک انقلاب و جهش علمی از طریق معارف به وجود آید. هر تحولی که مبتنی بر علم و دانش باشد قطعاً نسبت به آینده آن میتوان امیدوار بود. اگر در فضای مسموم کنونی کشور امیدواری میتوان تصور نمود، این است که فرزندان امروز این سرزمین سوخته با جدیت و تلاش مضاعف برای آموختن گام برداشتند.